درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. علیرضا حیدری قهرمان کشتی جهان در گفتگوی با علی ضیا درباره مهاجرت و زندگی در هلند گفت که فقط امید به مردم میفروشن. اگر احساس کردم که قرار درست بشه برمیگردم، اما امیدی ندارم که چیزی درست بشه. فقط دارم کار میکنم تو ارزش میبینم چیزی که چشم نمیبینه. احساس میکنم خیلی دچار شعار شدیم. یک برون دویدگی عجیب غریبی تو مملکت، تو آدم همون، تو سیستم همون وجود داره. هی داریم امید به آینده که هیچ ددلاین و شکست پروژه‌ای وجود نداره که من لحظه به لحظه حس کنم که داره یک اتفاقی میفته. فقط داریم امید میفروشیم به مردم. آدم‌ها رو امیدوار می‌کنیم بدون اینکه بخوایم براشون کاری بکنیم. و من با تمام احترامی که واسه کسایی که زحمت می‌کشن، متأسفانه زحمت می‌کشن و تلاش می‌کنن و خیلی هم هستن، من احساس می‌کنم که این اتفاق به اون سمت نمیره. و اگر من احساس بکنم که داره این شکلی جلو می‌ریم. علیرضا حیدری در این مصاحبه میگه من یک مدرسه در بالا شهر تهران ندیدم که پسرم با پسر سرایدار درس بخونه. میگه من دلم میخواد که پسرم با افراد عادی جامعه زندگی کنه، اما امکانش در ایران نیست. من خواهم نیست. حالا یه سری هم یعنی گناه و وجدان دردی برای آدم ها درست میکنه. هرکی نمیدونم نراحته بذاره بره و نمیدونم، یا مثلا هرکی میره بی غیرت و من تو که فکر میکنم که مثلا قراره که این موضوع به تعادل برسه. من در عادو خودم تصمیم گرم، در عادو بچه هم فکر میکنم، چون اونه نخواسته تو این دنیا به خاطر اراده من اومدن، فضا برشون ایجاد میکنم، قطعا هم تشویقشون میکنم بیان تو ایران کار کنن. علیرضا حیدری میگه من چند تا مدرسه خیریه ساختم که وظیفم بوده، اما از من با منت میخواد جمهوری اسلامی که مدرسه بسازم. خب چرا خودت نمیسازی؟ مگر ما نفت نمیفروشیم؟ مگر مالیات نمیگیری؟ چرا مدرسه نمیسازی؟ چرا باشگاه نمیسازی؟ و اما تمام این مصاحبه یک طرف، اصل قضیه مصاحبه اینجاست که خودش رو داره لو میده. او میگه من در هلند زندگی میکنم، هیچ پولی از ایران با خودم نبردم، آنجا وام گرفتم و خانه خریدم. من ریش ندارم، ادای حزب اللهی رو در نمیارم، اما وظیفمه که پول از این مملکت بیرون نبرم. نه، من پول رو خب مملکت هم نبردم بیرون، برای که خونه اونجا وام گرفتم، خونه خریدم. خونه من اونجا شاید 500 متر بوده، آپارتمانم اونجا رفتم، خونه کوچولو و مثل همه، و پول نبردم، با یک تأثیری پول نبردم. اذیت میشم اونجا ولی پول نبردم اونجا. پول من اینجور اگر چیزی که دارم میبرمش تو کارخونه اضافه کنم، آدم میبرم سر کار. به نظر شما چجوریه که این آقا تو کمتر از 10 روز اینقدر تو فضای مجازی بولد میشه؟ فیلم شرکت تو مسابقه فیتنسش همه جا بود با فاصله خیلی کم، بعدش فیلم قطع شدن مصاحبه شبکه ورزش، و حالا هم این مصاحبه با علی ضیا. خیلی مشکوکه. چرا؟ چه میدونم ادای حزب الله رو در نمیارم، شاید اعتقادات هم رو قرار نیست بروز بدم، ولی احساس میکنم وظیفه هم این شکلی زندگی کردن. یه کسی که اومد اینا رو بروز میدن، احساس میکنم یه حاجت دومی دارم. من احساس میکنم من وظیفه همه که آدم موثری باشم، وظیفه همه که پول مملکت رو نبرم بیرون. علیرضا حیدری در نزدیکی شهر بادرود یک معدن سنگ آهن خیلی خوشگل داره که میلیارد میلیارد پول در میاره، و نیمه تاریک علیرضا حیدری هم نحوه مالکیت همین معدنه. میگه که تو بدبختی و بیپولی 20% اون معدن رو صاحب شده و کلی هم براش تلاش کرده. ولی خب در مورد این صحبتش من رفتم طبق این سند که در تصویر میبینید تحقیق کردم. سهامدارهای شرکت و معدن خودش و خانوادهشن و معلوم نیست که چطوری اون 20% شد همش. به این مصاحبه لطفاً دقت کنید و قسمتی که در مورد شغلش ازش سوال میشه رو در فیلم ببینید که من به خاطر کپی رایت نمیتونم بذارم. به شغلش که رسید آسمان ریسمان کرد و دروغ گفت و دستپاچگی در رفتارش پدیدار شد. قطعاً مبرمی همه الان من هستم، برای همه دارم اینجا کار میکنم. اونو راجعش صحبت میکنم، برای گفتیم پول نبردیم. چی کار کردیم تو هلند؟
ببینید یعنی شما وقتی کار سیاه کردید مثلا؟ نه ببینید من اونجا عبومان نیرو ماهر اونجا هستم به حقوق میدم. خب نمت اون جا شما 5 برای حقوق تو 10 سال برای 1 سال بزنم یه حقوق زد در سال زد در 10 سال اون رو وام میدن تو خونه میتونی بخرید به اساس اون حقوقت هم یه چیزی کار میکنم میدن. چی کار میکنی اونجا؟ هم کار ماینینگ و قرارداد برای معادن ماشین‌آلات و تجارت اینجوری برای شرکت. آره یعنی همون کار ایرانتون رو اونجا دارین یا شرکت دیگه؟ من خب مدیریت و صاحب این سیستم هم ولی برای این شرکت خدمات این شکلی بهشون میدم کار میکنم باشون. کار ایشان خارج از کشور دور زدن تحریم هاست، یعنی از طریق شرکتی که در هلند ثبت کرده ماشین‌آلات میخره و با 1000 روش دور زدن تحریم ها در ایران دلاری میفروشه، یعنی در واقع باز هم پول از ایران در میاره. اما قسمت جالب کامنت های مخاطبا بود، همه قربون صدقش رفتن و ببینید که یک خائن رو چطوری میان برای ملت ساده لو موجه جلوه میدن، آن هم در زمانه ای که همه چی گرونه. اما تنها چیزی که تو مملکت ما همیشه ارزونه گول و فریبه، یک سری همیشه میخورن سیرم نمیشن. جان کلام این که اگر شرف و وجدانت رو به جبهه 57 بفروشی، اگر مدالت رو به امام امت تقدیم کنی، اگر فجایع ایران رو با کشورهای دیگه مقایسه کنی، اگه خوب ماله بکشی، اگر چشمت رو به رفع بدوزی، اگر برای مؤسسه اوج تبلیغ کنی، اگر با پهلوی به جنگی، به مدت کوتاهی صاحب امتیاز میشی، اگر نه زندگی مال و جانت رو میگیرن. در این تصویر دقت کنید، اینکه اوج به رستم و سهراب ساختن افتاده خیلی معنی داره. اوج با ساختن تئاترهای عاشورایی شروع کرد، به کمدی پایتخت رسید و حالا رستم و سهراب. این همزانو زدن در مقابل ملیگرایی ملت و هم سعی در مصادره ملیگرایی، کاری که سالهاست سپاه دوست داره انجام بده و نتونسته. و سقراط یک حرف جالبی داره، میگفت اگر به چیزی باور داری باید در راهش بجنگی، که اگر نجنگی یعنی بهش باور نداری. برای همینه که من از حقایق پشت پرده میگم، چون حقیقت مثل تیغ برنده مخالفش رو هم تغییر میده. پس خودتو خسته نکن ای سایبریا، نیا به من بگو تفرق انداز. پاینده ایران، جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.